زمانی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با همتای آلمانی خودش درباره ایران صحبت می‌کرد، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ژاپن از آمادگی کشورش برای میانجیگری بین ایران و آمریکا سخن گفت. ما از آغاز مذاکرات استقبال می‌کنیم، همانطور که از روند مذاکرات میان آمریکا و کره شمالی استقبال کردیم. وزارت دفاع آمریکا اما درباره همکاری‌های مسکو و تهران هشدار می‌دهد. همکاری‌هایی که به گفته یک مقام ارشد پنتاگون خاورمیانه رو بی‌ثبات‌تر از گذشته می‌کنه و اثری منفی بر روی متحدان آمریکا در منطقه می‌ذاره. مجله فارن پالیسی در همین رابطه نوشته سختگیری‌ها و اقدامات ضد و نقیض دولت ترامپ ایران رو بیشتر از گذشته به سمت آغوش روسیه هل میده. روسیه هم در صدده تا از اختلافات واشنگتن و ایران نهایت استفاده رو ببره و گستره نفوذ خودش رو در خاورمیانه بیشتر از گذشته کنه. به ادعای خبرگزاری الجزیره، یکی از مناطقی که ایران زمین بازی رو داره به روسیه واگذار میکنه سوریه است. اون هم در حالی که رژیم اسد در بحرانی ترین شرایط اقتصادی قرار داره و کمبود سوخت و قطعی برق و گاز صدای وفادارترین یاران اسد رو هم در آورده. سیاست فشار حداکثری واشنگتن باعث کاهش چشمگیر کمک‌های مالی و صادرات انرژی از طرف تهران به دمشق شده. هر آنچه جمهوری اسلامی با حدود 15 میلیارد دلاری که در چند سال گذشته کاشته بود، حالا مسکو داره درو می‌کنه. چه از لحاظ اقتصادی و پروژه‌های بازسازی، چه از لحاظ گرفتن پایگاه‌های استراتژیک. از یک طرف سیاست فشار حداکثری آمریکا و حالا ادعای تازه ترامپ مبنی بر اینکه میخواد با جمهوری اسلامی راه بیاد، از اون طرف سیاست یکی به نل زدن و یکی به میخکوبیدن روسیه و از همه مهمتر پافشاری تندروها در تهران مبنی بر ادامه دشمنی با آمریکا فقط یک قربانی داره: مردم. مردمی که سفرهشون هر روز کوچیک‌تر میشه و تحمل گرونی و فشار اقتصادی براشون سخت‌تر. بعد آقای جنتی برمیگرده میگه اگه ما با آمریکا دشمنی کنیم خدا خوشش میاد، خدا خوشش میاد به روغن 50000 تومانی رو بگیریم. مهدی پرستاران، اتاق خبر. این گزارش رو میگیرم برای گزارش کردن خوبه.